دوران عبدالرحمن وقتی که مردم ما در مقابل این حکومتی ظالم و جائر استادن، 7 سال جنگیدن، لشکر از تمام نقاط افغانستان جمع کردن، از همه اقوام به جنگ مردم ما فرستادن. 60 نفر از علمای اهل تسنن را جمع کردن، فتوا گرفتن برای این مسئله که اینا رافضیست و کافرم، کارساز نشود. ولی آمدن از بین مردم ما خائن تربیت کردن و وادار کردن که با مردم ما خیانت کنن، این مسئله کارساز شد. چه رقم کارساز شد که 62% مردم ما نابود شد. در یک کشوری که عبدالرحمن پرچمداری اسلام به حساب میره که نورستان را که کافرستان بود، عبدالرحمن مسلمان کرد، ولی مردم ما را 62%ش از بین برد، به عنوان غلام و کنیز از اینجا تا هند به فروش رفت مردم ما، و از مالیاتی این کنیز و غلام فروشی در خزانه دولت که وارد می شود، افغانستان در 5 قرن اخیر تعداد این پول را نوشته است. وقتی که 62% مردم ما نابود شد، از او تاریخ تا حالا که بیش از 100 سال میشه ما محروم بودیم، تخطیر میشدیم، هزاره بودن عیب بود، شیعه بودن عیب بود، تعمد بود بر ازی که ما را نگذارن به مکتب ها، ما را نگذارن به کار کردن و تجارت ها. اون چی که در این جامعه امتیاز به حساب می رفت ما محروم بودیم. در زمانی شاه محمود خان رسماً مکتوب می نویسه به وزارت فرهنگ که بچه‌های هزاره و شیعه را در مکتبی عربی پهنتون و مکتب‌های که ارزش داره نگیریم. این محرومیت را شما تر کردیم. شما از نگاه طبیعی هم که سرزمینایی که در افغانستان ارزش داشت، زراعت میشد، مال ما بود، خود دوران عبدالرحمن گرفته بود. برای کوچیا یا افغانا عبدالرحمن هزارجاد فرمان داده که شما برین بگیرین، اونا از سردی و اینایش قبول نکردن، از این خاطر ماندن. بعد یک مقدار علف که داشت کوچه را دادن که این علف هارم مال هزارجاد حق نداره بیچاره، باید دیگر را بکنن. ما غیر از این که جوالی کشی بکنین، بار پشت بکنین، در این مملکت دیگه ارزش نداشتیم. افغانای کوچی در هزارجاد میامد، چای و پارچه و اینایش را در سری خانه میگذاشت،
و میگفت سالی دیگه من از اینجا پولیشه میگیرم. این ما و شما دیدیم و لمس کردیم، ولی وقتی که انقلاب اسلامی شروع شد، شما مردمی که در مقابل افغان حرف زده نمیتونستین، یک نفر عسکر اگر از طرف حکومت در منطقه میامد، مردا پود میشد، زنها میگفت در این آبادی کس نیست. در انقلاب وقتی که شروع شد، که شروع کردیم که تغییر بدین وضعیتان را، در ظرف 3 ماه تمام مناطق هزارجات آزاد شد. چون ما محکومیت داشتیم و محروم بودیم، در داخل افغانستان طبیعیش بود که در خارج هم محکومیت داشتیم، هویت نداشتیم. به حساب این عنوان و بهانه طلبی در 14 سال جهاد که 70 میلیارد دلار برای افغانستان مصرف شد، باز برای ما 1 دلار کسی کمک نکرد. ما پر نمیگیم برای این مسئله، با امید شما و رحمت الهی از خدا هیچ وقت نخواستم که من بدونی از شما در جایی برم، شما را در معرکه بگذارم و خودم جان خود نجات بدم. نه، این از خدا نخواستیم، خواستیم خواستیم که در کنار شما خونیم اینجا بریزه، در بین شما کشته شود. و در خارج از کنار شما هیچ زندگی برایم ارزشی ندارد.